بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محققان اروپایی می گویند تقریبا مطمئن هستند که امسال گرمترین سال در 125 هزار سال گذشته بوده است. به گزارش رویترز، پس از آنکه داده ها نشان داد که اکتبر امسال گرمترین ماه اکتبر در چندین دهه گذشته بوده است، محققان اروپایی با اطمینان اعلام کردند که سال 2023 گرمترین سال در 125 هزار سال گذشته بوده است. رکورد قبلی سال 2016 بود. گرما در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای مداوم ناشی از فعالیت‌های انسانی همراه با ظهور الگوی آب و هوای النینو در سال جاری است که آب‌های سطحی در شرق اقیانوس آرام را گرم می‌کند. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مهاجنگا در کشور ماداگاسکار یک دوره آموزشی فشرده برای بزرگسالان برگزار کرد. در این دوره مباحثی در زمینه احکام، عقاید، حدیث و غیره به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. دوره آموزشی مذکور در عمل به توصیه های آیت الله العظما شیرازی مبنی بر نشر معارف اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود. مردان مسلح با حمله به یک مدرسه دینی در ایالت کاتسینای نیجریه 13 دانش آموز را کشتند و 20 نفر را زخمی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی نوشتند که افراد وابسته به گروه‌های تبهکار به روی حاضران آتش گشودند. کاتسینا بخشی از مناطق شمال غربی و مرکزی نیجریه است که گروه‌های جنایتکار به نام راهزنان در این مناطق روستاها را غارت می‌کنند و ساکنان را می‌ربایند یا می‌کشند. زلزله نسبتاً شدیدی بیل سوار مغان در شمال استان اردبیل در مرز جمهوری آذربایجان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک وابسته به دانشگاه تهران بزرگی این زمین لرزه را 4.6 در مقیاس ریشتر و در زمان آن زمان آن را ساعت 8.48 دقیقه و 41 ثانیه روز چهارشنبه اعلام کرده است. این زلزله در عمق 6 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و کانون آن با مختصات عرض جغرافیایی 39.365 و طول جغرافیایی 48.312 ثبت شده است. این زمین لرزه در شهرهای یرمی و اسلاندوز مغان هم احساس شده است. هنوز گزارشی از خسارت این زمین لرزه در استان اردبیل مخابره نشده است. بابک ناظر، دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن آمریکا در سیاتل به همراه همکاران خود موفق به شارژ مجدد باتری ضربان سازها بدون سرب با استفاده از ضربان خود قلب شده است. البته گفته می شود که این پژوهش هنوز در مرحله اولیه است و قبل از تبدیل شدن به بخشی از ضربان سازهای مورد استفاده امروزی نیاز به آزمایش بیشتری دارد. ضربانسازها دستگاه‌های کوچکی هستند که ضربان قلب بیمار را تشخیص می‌دهند و در صورت نیاز پالس‌های الکتریکی را به قلب می‌فرستند. بر اساس گزارش انجمن قلب آمریکا در سال 2018 بیش از 93 هزار جراحی تعبیه ضربانساز و شوک‌دهنده در ایالات متحده انجام شده است.